افسانه‌ای بر سر زبان هاست که در دنیای باستان جوامعی مخفی وجود داشتند. به باور آنها در شبی مشخص از سال، شاید هر هزار سال یک بار، واقعیت جهان اطراف ما چنان که میشناسیمش در هم میشکست و در نهایت به هزاران دهلیز تو در تو تبدیل میشد. پرده ها کنار میرفتند و آدمی میتوانست برای لحظه‌ای به حلقه های درونی هستی بنگرد. حلقه های پنهانی که منشأ پیوستگی همه چیزند. به این ترتیب جوامع مخفی به دنبال منشوری نادر بودند. آنها در جستجوی هزارتویی بودند که از تونل های پیچیده تشکیل می شد. هر کدام با زیرزمین ها و تالار های آینه و اتاق های نهان مخصوص به خود، چرا که باورشون بر این بود که تنها در این مکان هاست که تصورات و بینش های عجیب و غریب به سرنوشت آدمی رخنه می کنند. اعضای این انجمنهای مخفی اولین کسانی بودند که به ابعاد متفاوت هستی می‌اندیشیدند. در نتیجه آنها اولین رویا پردازان آینده بودند. قصه پیشرو هم در همان کوچه پس کوچه های تاریک خیال همچون جوامع مخفی باستانی رخ می‌دهد. در این صحرای خیالی ما خود را آنجایی میابیم که ابدیت و اجتناب ناپذیری در هم میامیزند تا گستره بی انتها را تشکیل دهند. قدیمی ها میدانستند که برای ورود به چنین جهانهای خیالی باید قدمها را شمرده برداشت، رمزهای صحیح را دریافت و چشمنداز را از دریچه دیگری نگریست. آنها میدانستند که همه چیز در تعادل بین معماهای مشخصی آویخته است. برخی از این گروه‌های مخفی به وارسی کج‌ریختگی رمزآلود زمان می‌پرداختند و در این فکر بودند چه مهارت‌هایی باید کسب کرد تا چنان چیره دست شد که در زمان سفر کرد و جاودانه شد. برخی دیگر از انجمن‌های مخفی سازه‌های مکان را مورد مطالعه قرار دادند و سعی کردند پرواز، پرش و توانایی بالا رفتن از دیوارها را به دست آورند. برخی از انجمنهای مخفی بر روی حرکت تمرکز می کردن و از حرکتهای مختص گرگها، مارها یا باد تقلید می کردن. برخی از گروهها به طور کامل از بدن الگو برداری می کردن، تجربه درد و لذت را بررسی می کردن و تکنیک های مختلف استتار و نقاب ساختن را آزمایش می کردن. دیگر گروه ها خود را در دنیای تصاویر و ظواهر غرق کردند. بت ها و سنگ نوشته های را شکل دادند که درک هزاره های آینده را با مشکل مواجه می کرد. برخی مبهوت مفهوم کیهان شدند و ویژگی های اساسی آتش، آب و هوا را ردیابی کردند و در این حال محدوده بیرونی ستارگان و سیارات را نیز جستجو کردند. با این وجود جوامع مخفی دیده شدند که تماماً بر دامنه درونی اندیشه متمرکز بودند و ذهن را با حرکت دادن نیروهای ماورای طبیعی و خم کردن واقعیت به دلخواه خود به چالش می کشیدند. با این حال هنوزم عده‌ای واقعیت را ترک کردند که به سرزمین وهم برسند و خود را در عوض با قلمرو رویا، کابوس، خلسه و سراب هماهنگ کردند. از سوی دیگر سایر انجمنهای مخفی علاقه‌ای به ناپدید شدن اشکال فرازمینی نداشتند، بلکه تشنه دنیای سخت شده ماشین‌ها بودند که شیفته دستگاه‌های فنی، پیشرفت‌های مکانیکی، کانال‌های برق و چکش‌های در حال چرخشی بودند که جهان فلزات را شکل دادند. تعدادی از انجمنهای مخفی در جستجوی قدرت به سر بردن، خواه این به معنای دستیابی به توانایی های معجزه آسا باشد یا کارشکنی در پادشاهی ها و امپراتوری های عظیم. انجمنهای مخفی دیگری نیز وجود داشتند که مراسم و نمادهای خود را نوعی مد می دانستند و طرح‌های باشکوهی را در آذین سر، عبا و بالماسکی بزرگ خود ایجاد کردند.
و سرانجام فرقه های روز قیامت وسواس غیر آینده را داشتند. کسانی که پایان همه چیز را در سالهای خاصی از تقویم پیش بینی می کردند و تخریب زندگی را در طوفان ها، شعله ها و شهاب سنگ ها تصور می کردند. هوشیار باشید. انجمن های مخفی هنوز زنده هستند. آنها همچنان استراتژی های خود را تمرین می کنند. اگرچه این جنبش ها با هم ترکیب شدن و چیزی را ایجاد می کنند که ما اکنون آن را آینده شناسی می نامیم. ما سوالات جدیدی را مطرح می کنیم و حوزه های جدیدی را می پیماییم. هرچند با همان فکر نگران کننده از قدیم ها روبرو هستیم که ما حتی آنچه را که نمی دانیم نمی دانیم. برای پیوستن به آنها ما باید دوباره در سیاهی آگاهی فرو برویم. ما باید به پیام‌هایی که از دوردست زمزمه می‌کنند گوش دهیم. ما باید تعادلی برقرار کنیم در لبه‌های نهایی خلقت و نابودی، جایی که اولین و آخرین ساعت یکی می‌شوند.